سلام، در ادامه ویدیوی آخری که توی چنلم گذاشتم، امروز همونطوری که گفته بودم توی پیجم تصمیم گرفتم که برم نونوایی محلمون و یه ویدیو در رابطه با وضع موجود اونجا ضبط بکنم و یه سری عکس بگیرم. بریم با هم. اول که آقا سید، نظرت در مورد وضع موجود اقتصادی رو بگو. بعد موجود خیلی خوب، همه مردم میدونن، همه دستشون تو خرج، واقعا باید بعد داره مردم رو کردن، درآمد به خرج نمی خوره، دست به خرج واقعا نمی خوره، مردم تحت فشار هنچاره که اتخاذ یافت جمهوری طوری باشه که یکی مستری کار واقعا مردمی باشه، از خود مردم باشه، برای مردم کار کنه، انقلابی باشه، جوان باشه، تو انگیزه انقلابی داشته باشه، انشالا برای مردم کار کنه، این بطر انقلاب انشالا کنه تو در حال حرکت باشه. چیز باشه، راحت باشه، تو صدا و سیما نیست. چون اگر که خواستی فوش هم بدی به رئیس جمهور بده. نه فوش ندیم، راحت باشه. این فوش دیگه بعد مشکلاتی که تو این 8 سال تو کار و زندگی و تو همه چی ایجاد شده که قبلا نبوده، الان چی هست؟ چه چیزای جدیدی درست شده مشکل؟ اگر ما در همین شغل خودمون دیگه نمیگیم. آره دیگه، در مورد شغل خودمون با مشتری ها سرکار داریم، میداریم شاید قبل از اون ما در روز 3 نفر 4 نفر میمان که پول نداشت، میخواست نون بگیره، حتی فلومون هم نداشتن، 3 نفر در روز بود، ولی الان شاید این هم معرفی کردن و چه معنی معرفی کرده، شاید کسی اصلا این در روز 20 نفر میان که پول نون هم حتی ندارن، 20 نفر میان که پول نون هم ندارن، یعنی در فشار اقتصادی هم بخاطر پول نون هستن، حالا یا خانم یا آقا به بعدش من روزا نمیشه بگم، ما خودمون متوجه میشیم که پول نداره، نفر فعلا در روز میاد کارت میکشه، میدونیم که کارتش پول نداره، داره کارتمان که کارت میشه پول رو بوشتر میداری با این حال ما هر جای دیگه کمک میشه، خودمون درد توان و محتر میتونم که این هم بیرون نرم، ولی واقعا شرایط نباید اینجور باشه. مملکت ما هم سرمایه‌دار، هم صنعت نفتی و صنعت گازی داره، نباید با این شرایط پیش بریم، اینجوری مردم تحت فشارن و حقشون این نیست، مردم که 8 سال جنگیدن جوانهاشون رو گذاشتن توی اجابه بگوری، نباید اینجوری باشه شرایط. بعد یه ذره بزی چیزش بکنی، ذره فانش بکنی. اینجی؟ دو تا مزیت با دو تا عیب که کار کردن توی نونوایی رو بگو. دو تا مزیت کار کردن و دو تا عیبش. مزیت کار کردن که خب یکی مزیتش اینه که همیشه این دوار نونوایی هر درستون خوابستون. یکی اینکه بیمه داره، یکی داره این بیمه داره، این دو تا مزیت داره. رو اینه داده درآمدی یا داده کاری که کار سختیه، درآمدش هم درآمد خاصی نیست، درآمد خوبی نیست، نسبت به زحمتی که داره واقعا درآمد نداره. و اینکه قیمت نون تو بالا نره، شرایط دستمزد کارگر نونوا هم بالا نمیره، ولی هر سال سر سال دولت بیمه رو آوبر و کارت و همه رو گرون میکنه، ولی اون که گرون نمیشه واقعا مزد کارگر هم بالا نمیره. الان شما هر سال حقوق کارمند، حقوق کارگر شرکت ها صنعتی همه بالا میره، ولی نون باید دو تا نون گرون نشه، دو تا پای او کار کنه واقعا نمیکنه. با این شرایط اقتصادی واقعا جور در نمیاد. الان یک کارگر نون باید روزی 100 تومن بگیره، واقعا با این 100 تومن یکی مستاجر میتونه زندگی کنه؟ نمیتونه، واقعا سخت شرایط اقتصادی رو. بعد تأثیر یارانه توی زندگی الان چجوریه؟ تأثیر یارانه مثل یه سوزن میمونه توی انبار کار. این باری خرج و مخارج شما حساب کن که انبار کار رو باید اون خرج کنی، ولی یه سوزن بیاد توی زندگی نوبت مرد واقعا که سوزن نمیشه تو انبار کار پیدا کرد. اصلا هیچ تأثیری نداره پس؟ اصلا هیچ تأثیری نداره. ولی خود شرایط یه یارانه رو پرداخت کردن مردم، زندگی مردم نابود کردن با این شرایط.
اصلا به نظر من باید اون کسی که مسئول یارانه ها سو بدارم مسئول قیمت ارزان سرسا تو یارانه ها هم 15-16 ساله که همینه توی قیمت مونده ولی از اینا هر روز داره گرونتر میشه. من سری قبلی یه جایی ویدیو گرفتم سر یه ساختمونی گچکار بودم، بعد میگفتش که فطریه داره هر سال زیاد میشه، یارانه ها زیاد نمیشه. همه چی داره زیاد میشه ولی یارانه ها نمیره بالا. واقعیته، واقعا یارانه ها الان زندگی مردم تأثیری نداره، ولی پول هم پول گاز هم الان کنجی یک میلیون خورده تا پول گاز داره میره. و یک میلیون خورده رو فقط سر کار میرم خونه که هیچی آب و گاز. واقعا این تو یارانه اصلا پول گاز رو خونه هم نمیره، پول گرم داره یارانه هم پول گاز رو خونه هم نمیره. چه به تو یارانه که میرم مرا آب و گاز و یارانه نون و یارانه چی گاز واقعا داره در حق مردم اشاف میشه. چرا که درست باشه، میاد مردمی باشه و فکر مردم باشه شرایط درست کنه. دو تا هم بکشیم خانم. بعد استقلالی یا پرسپولیسی سیه؟ استقلالی یا قلابوچی؟ آره استقلالی. پرسپولیسی سیش کنم. من آدم های خاص استقلالی هم. آره من خودم هم استقلالی هم. دیگر هم دارم. بعد دربی چطور رو؟ دربی؟ الان دوباره فقط مشکل هست. دربی خوبی بود. پرسپولیس تجربه تر بود. از مورد استقلالی کرد. استقلال مورد بیاد داده نتون استفاده کنه. فکر کنم خستگی جنبش آسیا قرمان آسیا خواهی کنم تأثیر داشت، ولی باقی یکیش من داور شد ندارم. آره دیگه دولت پشتشونه دیگه. بعد از دولت اصلا کلن تیم حکومتی دولتیه این دولتیه اینجا که دولت رنیزاد با هم فرم نداره. انقدر دیدم کلردین که اونها میگه اگه اونها بگم بگو راحت بگو دیگه شرایط ما شور خودم رو گیم نونبای رو به جای رسونده که واقعا در مدیر نیم. ما نونبا هم شما حساب کنم تو این 8 سال 3 بار نون گرو شده. آره واقعا 3 بار اجازه دیگه گرو شده. زنم بچه ما یک ماس نمی کنن، لبنیات نمی کنن، مگه روغن مصرف نمی کنن که هر روز بره که حتی بالا بیاره. بسرم راحت همه چیز رو بگیم. زندگی شما حساب کنم ماهانه میگه روغن گرون شد، شکر گرون شد، برنج گرون شد، داغان شد، مردی شد، شد، گرون شد، پیداشی گرون شد. هزینه همه رفته بالا، ولی قیمت اون در این 8 سال 3 بار رفته بالا. قیمت 3 بار واقعا این تورم به این زندگی نمیخوره. گیرم میخواد من هم خود لعنتش میکنم. اضافان اینجا بده، اضافان اینجا بده شما برو بمیر خدا، برو بمیر خدا. یعنی خدا این شرط روحانیون لعنت کنه، روحانیون نابود کنه، با این شرط زندگی کرده مردم تا انشالله. الان که جهانگیری هم مردم در مردم هم با هم مردم در حق این مردم 5 سال جنگیری داره اصاف میشه، این حق مردم نبود داره. همه جهانگیری هم میکنه، همه جهانگیری هست که صحبت میکنه. این روحانی اول صحبت میکنه، باید در مورد نوچش هم صحبت میکنه. بعد من اگر که بخوام برم واسه ویدیوی بعدی دنبال یه قشر دیگه، یه سوژه دیگه، پیشنهاد چیه؟ دنبال کی برم؟ کجا برم؟ سوژه بعدی کی باشه؟ سوژه بعدی؟ پیش از سمت واقعا کارگرا و جایی که کارگر داره کارگرس میشه یه جایی رو مستقیما اشاره کن من برم اونجا. قنادی. قنادی؟ بله. چون من دارم کسایی که تو قنادی کار میکنم اونا مرتسمتشون کمه. با این شهر اقتصادی حالا شاید برای صاحب قنادی خوب باشه، ولی برای کارگر قنادی من داریم تو فامیل دیدم واقعا زندگیشون طوریه که اونا دیگه میان اما فرو قرض میکنن برای امرار معاش. مثلا ما این تحتیل که کرونا کرد قنادی ها تحتیل شد خیلی بعدشون خراب کارگر ها. مثلا با روزی 100 تومان فقط در یک ماه پروژه یک رو تحتیل بودن هستن. خب شما حساب کن روزی 100 تومان میخواه بگیره 3 تومان در ما میگیره، کراخونه هم میخواه اون کارگر قنادی بده مثل ما، فقط یک ماه هم تحتیل باشه واقعا باز چیز زندگی کنه کجا بیاره. این دولت هم که اصلا حمایت نکرد و هر شعار داد از روز اول شعار داد که کارگری که حالا به خاطر کرونا تعطیل بیاد به داره کار خودش معرفی کنه، رفتن معرفی کردن. الان 8 ماه 9 ماه ریالی به اینا پرداخت نشده. میگم بودجه نیست، بودجه باید از کجا بیاد؟ بودجه رو باید کی بده؟ آقا چند میخواد شما؟ دو تا
خوش شد شما خوبی سلامت روحانی کی لایجانی و جهانگیری که الان اومدن کاندید شدن دیگه روحانی همونه دیگه مورد تایید آقای علی پور چند میخواد دقیقا تو مجلس که بود آقای لایجانی یه روز لایجانی اونو تایید میکرد یه روز هم اون لایجانی رو تایید میکرد حالا یعنی چه یعنی کاراش قبول شد الان به اینجا رسیده به آقای لایجانی میگن آقای لایجانی بردارت مثلا تو قوه قضاییه اختلاس کرد خراب کرد فلان میگه ما مثلا برنامه‌مون جداست فرق می‌کنه بالاخره اینا سر یه صفه بزرگ شدن دیگه فرق نمی‌کنه چرا مردم چشماشون رو وا کنن عقلشون رو به پا بندازن به کسی رأی بدن که واقعا بیاد به کلی سر مردم بسوزه حالا قوت نون و ضعف مشکلات قیمت و اینا اصلا جای خودش داره حالا یه قشی از نونوا هستن واقعا بهشون اشاف شده در حالت خرج زندگی و مخارج اینا ولی خب این چاره کار نیست با گرم شدن نون کارا درست نمیشه ان شاءالله که در ریشه کار درست بشه چند تا کلمه هست میگم بعد شما اولین چیزی که میرسه به ذهنت راجبش بگی بله آرد دولتی بیکیفیت نفت سلام علیکم جیب مسئولی جیب مسئولی سر سفره مسئولی مردم که چیزش نرد نون بربری فوقات زنجان آرد آزاد با کیفیت بدون سبوس بابک خرمدین فاجعه امروز سامانه شاد خیلی بد خیلی بی برنامه ضعیف محمود احمدی نژاد مثل سکه دو رو داره حسن روحانی میلی آقا یورده سلام هست تنور همیشه آدم رو یادت نون تازه و چیزا میداره بورس بیچاره کردن مردم خیلی ممنون مرسی دست شما درمت کنه خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین امیدوارم که تونسته باشم به عنوان یه رسانه کوچیک حرف این دوستانمون رو خوب منتقل کرده باشم و به گوش اون مسئولینی که باید برسه این حرفو برسه قبل از انتخابات حتما اگر که با این ویدیو حال کردین و باز دوست داشتین از این ویدیو توی شهر کف شهر از قشرهای مختلف ضبط بکنم حتما توی کامنت به هم بگین و همینطور اگر که تا الان کانال رو ساب نکردین حتما این کار رو بکنین برای حمایت از من چون فقط تنها راهی که میتونین از من حمایت بکنین همین سابسکرایب کردنه مرسی تا ویدیو بعدی خدا نگهدار